الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه حضار گرامی ژورنالیستان عزیز. ولایت پروان در نزدیک کابل موقع داره که واقعا یک ولایت استراتژیک است، جای تفریحگاه عموم مردم کابل و سایر ولایت های ما، هم در زمان جهاد، هم در زمان مقاومت، هم در شرایط فعلی. قضا با وای سالنگ خوب استفاده میکنن، از تفریحگاه گلگوندی خوب استفاده میکنن. ولله هم در از زمان ماموریت ما کارای در پروان انجام میافته که ما میتونیم از جمله یادآور شیم که 350 فابریکه در باریکو احداث شده که کانالیزاسیونش، برقش، سرکش تمامانش به اتمام رسیده. کلانترین فابریکه بوستان سبز که همه دوستا در جریان هستند، در سایه پروان موقع داره که در یک ساعت 10 تن میوه را به جوس تبدیل میکنه، 5 تن میوه را خشک میسازه و همچنان فرمای مرغداری در پروان ترویج شده که لیلایل هم قابل قناعت است برای ما. مسئله ارگ جبرسراج که اگر که تاریخی است، شما در جریان هستی که دال بازسازی کارش به اتمام رسیده که انقریب افتتاح میشه. مسئله لیلی پانتون از در پروان که به 2500 شاگرد که لیلایل هم پانتون پروان آل مرحله جای پنجم گرفته و در بخش تعلیم تربیام وضعیت ما خوب است. مهد امام اعظم رحمت الله علیه به شما معلوم است که یک کنفرانس در خیمه لوی جرگه و ابتدا در پروان گرفته شد که تمام کشورهای اسلامی اوجا حضور داشتند، که انقریب سنگ تعدابش گذاشته میشه که یک مرکز تحقیقی علمی ساخته میشه. در توبدره که کلانترین جای معبود بودایی است که امیدوار هستیم که با اتمام کار ازی که تمام کشورهای سار که ما میمانش باشیم دال ساخت و ساز است. مسئله هابای ما تحت مدیریت است، آب سالنگ به پروان می آو با شمیدنی به مردم و همچنان شفاخانه 200 بستر در حال کار است. کارش مطمئن هستم که به اتمام می رسه. مسئله پارکای سنتی سنیداره که یک انجن اقتصادی که در این هفته پیش روی، ما امیدوار هستیم سنگ تعدابش گذاشته شود. مثل اگر در سرک بگرام جبرسراج ما و شما به چشم دوستای ما میبینن کار به شدت جریان داره که نو ولایت شمال با هم وصل میسازه. مشکلاتی که ما در راه سالنگ داشتیم، انقریب با وعده وزارت فواید عامه کار در سالنگا شروع میشه. مطمئن هستیم که ما آمادگی های خوب داریم. پروان ساحات تفریحی و باغ به مردم افغانستان است که باغ عمومی گلبار ما نام برده میتونیم. از او تمام برنامه و پلان های حکومتداری در بخش های مختلف، پلان استراتژیک در سطح ولایت ساخته شده که دیگر غلطی باید صورت نگیره. پروفایل ولایتی که از جمله کارهای ماست تدوین شده که میتونه راهکار خوب باشه برای پلان گذاری هایی که چی در سطح دورنا باشه، چی در سطح کشور و چی در سطح حکومت باشه. اما یک چیز مشکلاتی که واقعا ما در سطوح بالا داشتیم که تاکید ما به ایست که باید عواید ما بالا بره و همچنان در رابطه به امنیت، به شما بهتر معلوم است که تمام قوای ناتو در بگرام، پایگاه بگرام مستقر هستند که توجه دشمن هم در موجه مستقر شده و همچنان دو ولسوالی ما که در ساعت غربند، ولسوالی های شنواری و ولسوالی شاگرد است، ما اصلاح ما فعال است. کار ما هیچ پروژه موجا معطل قرار نگرفته، اما درجات و عمق درجات بسیار زیاد است که ما توقع مایی بوده که وزارت دفاع ملی و همچنان نیروهای امنیتی ما یک پلان عملیات برای بندازن که تا مایی ساعت تصفیه بکنیم که گرچه تردد و سایت و سایر گپای دیگه برای مردم ما باز است، اما مشکلات چالش های پیشرو داریم که با ایجاد دو توله اردوی محلی که فعلا تعلیماتشان انقریب به اتمام میرسه، من مطمئن هستم با جابجایی شدن نظام وضع امنیتی پروان بهتر میشه. در مجموع اینمی کل وضعیت پروان است. در راستای حکومتداری خوب، تمام ادارات ما در راستش واقعا اداراتی که یک مسائل مشترکه داشته کل ازی را یک جا ساختیم. در راستش یک سکرتریت با پلانای خوب و معجکه در آینده غلط نکنن، در یک جا ما قیر میکنیم، قیریزی میشه یا طور مثال نلعاب میره یا از مخابرات
باید به اساس یک پلان استراتژیک، به اساس یک نقشه باید پلان ها تطبیق شود که ما در آینده یک درد سر بر ما روبرو نشه. یعنی بسازی و حتی آب و هوا و اقلیم در سطح ولسوالی ما سنجیدیم که باید ما راهکارهای خوب داشته باشیم که در بخش زراعت ما چیز ترویج بکنیم. سایر پلانایی که در رابطه با حکومت داری خوب از جلسات رؤسای اداری را در سطح ولسوالی‌ها کشاندیم و توقع ما از حکومت مرکزی همی بوده که واقعا افغانستان به 8 زون باید تقسیم شد، صلاحیت بیاد در ولایت‌ها، از ولایت‌ها برند در ولسوالی‌ها که محل کار و محل اجراعات است، که مردم از حکومت دور احساس نکنه خدا. میثاق شهروندی هم به شدت کار میکنه و همچنان پروژه‌های ما در رابطه با مکاتب، کلینیک‌ها، ساخت سرک‌ها در مجموع کلش روان است. این در مجموع وضعیت عمومی پروان بوده، اما ما در مسائل امنیتی در یک مسائل مشترکه جلسات با فرقه 111 کابل داشتیم و همچنان با فرقه نظامی در بگرام لیلال هم سایه قرباخ که هم مرز به پروان است. شما در آخر خبر داره که عملیات خوب و معجه انجام میافته که دستاوردهای خوب دارن، که یگانه مسئله که رای کابل پروان تردید میکنه همین موضوع بوده که لیلال هم اون موضوع تا مهار شده. در مجموع وضعیت پروان در سال 92 امید بینان میتونم که پارک گلغوندی حیاتش در پلان است که لندسکیپش تطبیق شود. مساجد قسمی که ضرور بوده و ایجاب میکرده، ما از واید اداره عملیاتی هر قدردانی میکنیم که هم در ساخت پانتون، هم در ساخت مساجد، هم در سالون فاتحه خوانی زنانه و همچنان مارکتی که ما پلان داریم که بر خانما ساخته شود، ما تانستیم که از بودجه ولایت از طریق شاروالی یک باغ بانوا که همه وسایت سپورتی و ایگپار دارا می باشه با میدان سپورتی و همچنان میدان کرکت که بند امیر است در حال ساخت ساز هستیم، میدان فیفا را برای زمین جدا کردیم که امیدوار هستیم که به سپورت مینای ما که واقعا در کابل آب عوام یکمک حالوده است میتونن که با در پروان اوجه ممیماندارشان باشیم و همچنان مسائل سیکی را که در سالنگای ما دولنگ سالنگ که میتون از او استفاده خوب بکنن که با وزارت اطلاعات فرهنگ همه موضوعات کردی نکردیم. من مطمئن هستم که مدیریت های آب و ما آب کابل واقعا با مشکل مواجه آب زیرزمینی ما مدیریت خوب میشه با پلان های اقدار ما. میخوایم که آب کابل هم ما تنریل بکنیم و همچنان بندای خرد و کوچک احداث شد. سرک بایپاس پروان است که از سرک سنجیدره با ترمینال هوایی، با ترمینال زمینی، با غوربند و تندره وصل میشه. این هم در حال سرویس در سال 99 اطمینان میتونم که هم سنگ فرشای ما که تقریبا وادی حکومت مرکزی 75 کیلومتر است، 5.5 کیلومترش امسال روی کار است. مابست پروان که واقعا جای خراب است، در تدارکات است. فابریکه سمنت جبرسراج که واقعا یک جایی است که روزانه به سروی کردن 100 ساله مواد ما داریم. دال سرویس که 3500 تن باید حداقل 2500 تن الا 3000 تن سمنت باید تولید بکنه که ما از کشورهای بیگانه دیگه دست مادراز نباشه، کشور وارداتی نباشیم. سری برنامه هم کار است که برنامهش در تدارکات ملی است که من مطمئن هستم که او هم که فاینل شود تقریبا در گوشا و اطراف پروان برای 7000 الی 8000 نفر شامل کار می باشد در بخش های مختلف که فعلا در سرک توبدره قیریزی می شود، سرک خوجسیران که واقعا جای تاریخی ما در او ساحات داریم، کاجیکو میگن، خانه سنگ های خوجسیران میگن، در همه ساحات کار به شدت روان است. امیدوار هستیم تا ختم سال یک قسمت پروژه مونده و هم به اتمام برسه. در رابطه به همه موضوعات پروان ما منیجمنت و اداره ما قسمی است که در هر بخش ها مدیریت کردیم، به هر کس فایل ساختیم که کلگی در یک دیتابیس اداره شوه و پاسخگو در برابر مردم باشه و با شما و ژورنالیست‌ها و مردم پروان اعلان میکنیم که از ابتدای کار ما تا انتهای کار ما ما آماده هستیم که به تمام ژورنالیست های عزیز ما و به تمام مردم ما پاسخگو باشیم، رو در رو صحبت بکنیم. ساخت و ساخت ادامه داره، هم در راستای امنیت، هم در راستای ایجاد قطعاتی که
باید متاسفیه میکنیم بعض ساعت ناامنه که دول سوالی را قبلا اشاره کردم براتون. پلان ما روی دست است. این موضوع بود که در کل خدمت تمام دوستا عرض کردیم و در اخیر روی همه ژورنالیست هایی که واقعا در خط اول جبه بودن شهید شدن رویشان شاد باشه که واقعا در پالوی نیروی امنیتی شان شهامت نشان دادن واقعات را انعکاس میتن. کاملا از شما تشکر میکنیم. بابا جنت فردوس میخوایم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول محترم والی صاحبانو لیدونکو او څوک چې موږ غاګار وی مطبوعات ته سلام احترام وړاندې کوم. تاسو ته معلومه ده چې میدان وردګ مرکز یې د کابل په 10 کیلومتره کې واقع دی او د کابل د غربي دروازې حیثیت لري. مجموعاً دوی شهرهای د میدان وردګو نه تیره شوې چې یوه شهرهای نمبر یک چې کابل قندار دی او بل هم شهرهای نمبر دو چې کابل بامیان ده. مجموعاً نه اداري واحدونه لرو چې هغو کې اته ولسوالۍ دي او یو مرکز او الحمدلله ټول د دولت په اختیار کې دي. ټولې ولسوالۍ هم فعالې دي. معارف په ټول ولایت کې فعال دی. تقریبا 400 فعال مکتبونه لرو. همداسې د صحت په بخش کې 40 صحي مرکزونه د ټول ولایت په سطحه فعال دي چې په خپل وخت کې ولس ته رسیدګي کېږي. هلته ډاکتران او دوا او هر څه موجود دي. د زراعت په بخش کې تازه چې ممکن دي کاملا توجه شوې ده او سږ کال د زرو نه زیات جریبه نوی فارمونه او نوی سیستم زراعت هلته عملي شو. همداسې په انکشافیات په بخش کې هم انشاءالله کارونه نرمال روان دي. تر اوسه پورې 250 پروژې هلته عملي شوې دي او 200 پروژې تر کار لاندې دي. د دو په څنګ کې ویلی شو چې موږ الحمدلله هلته ښه معدنیات لرو او موږ ولایت زراعتي ولایت دی. باغدارۍ په قسمت کې توجه شوې. متاسفانه په غوحت کې چې د خلکو مشکل ته باید رسیدګي وشي. پروسه کال یو قرارداد شوی د باغدارانو په سطحه باندې څو د وردګو میوه راشي امنیتي ځواکونو سره د قرارداد په شکل باندې مصرف شي. په هغو رابطه باندې جناب رئیس جمهور احکام ورکړی دي او امید لرو چې په نسخ کال کې دا پروسه عملي شي څو وکړی شي موږ خپلو غریبو خلکو ته خدمت وکړو او واقعا زراعت په بخش کې باغداران تشویق کړو. په امنیتي لحاظ هم که څه هم مخالفینو پلان درلوده چې موږ بعضې ولسوالۍ باید سقوط شي حتی مرکز باندې فشار راشي خو الحمدلله د امنیتي ځواکونو د همت او مقاومت او مرکزي دولت همکاریو په نتیجه کې د موږ یوه پوسته هم سقوط نه شوه. ټولې ولسوالۍ فعالې دي. دوی ونه توانېدل چې قوي لاسته راوړنه ولري. برعکس دوی زیات تلفات او ضایات لري چې اکثریت رهبري د لاسه ورکړې د ټولو ولسوالۍ نام نهاده ولسوالان د بینه ولاړل. همداسې رهبري کاملا د لاسه ورکړې ده. اوس مخالفین فقط د انفجار او د انتحار نه کار اخلي چې دا دنیا کې ثابته معلومه خبره ده چې اصلا انفجار او انتحار نشي کولی چې یو ځای تغییر راولي یا حکومت جوړ کړي. داسې د وطن خرابول دي او په دو کې ټول ولس غوښتنه یې دوی نه دا ده چې دوی باید د تخریبکارۍ نه لاس واخلي. تاسو ته معلومه ده چې مخالفینو عمده هدف د جنګ نه فقط همدغه دی چې دوی نامشروع استفاده وکړه د موږ د بعض معدنیاتو نه او خصوصا په لویو لارو کې چې کوم مشکلات او مسایل لرو هلته دوی د غلو دپاره مجموعا زمینه برابروي تر څو په شهرا کې مزاحمت خلق شي
او په وخت نو وخت را دی وکړی شي چې بعض مزاحمتونه ایجاد کا په دوه رابطه باندې د مرکزی دولت او وزارت دفاع د توجه په نتیجه کې موږ سخت کال وتوانېدو چې واړه پوستې په بیز باندې بدل شي او هلته یو قوي حرکت را مابین ته شي. دا جریان اوس شروع شوی دی، همدا اوس د بیزو سلسله روانه ده په شهرهای نمبر یک باندې او شهرهای نمبر دو چې انشاءالله په دو کې به یو عمده تغییر راځي او د ولسونو همکاري کاملا د محلي ادارې سره شته. په آخرین نقطه کې هم چې کوم مشکل پیدا شي دوی دا پتن ولایت مراجعه کا او د ولایت سره خپل مشکلات شریکوي او ولایت هم د مرکزی حکومت په همکارۍ باندې دې مشکل ته رسیدګي کا چې دا خپله د قدر وړ خبر ده او د دې مراجعه دا ښایي چې موږ نظام ته مشروعیت ورکړی دی او ولسونه به حتما د نظام په څنګ کې ولاړ وي. غوښتنه همدا ده چې مشکلات همدا دی چې موږ په خپله ولایت کې عمده بازار او عمده سړکونه نه لرو، د خلکو د باش لپاره زمینه کمه مساعده ده. نه تنها ده چې مرکز کې دا مشکل لرو، ټولو ولسوالیو کې موږ هلته شهرکونه نه لرو. مرکزی دولت نه پرون هم د جناب رئیس جمهور او بیک صاحب نه دا غوښتنه وکړه چې هغه موافقه راسره وکړه چې انشاءالله ولسوالیو ته به توجه کیږي. هلته مشکل دا ده چې موږ په متحدینو کله چې فشار راشي په ځای دوی چې د ولسوالۍ مرکز ته ولاړ شي، ولسوالۍ کې هم مرکز نشته او ولایت کې هم نشته، مستقیما کابل ته راځي چې د کابل په پایتخت باندې دا یو نوی فشار دی او د موږ په ولسونو باندې هم یو نوی تهدید او تکلیف دی. انشاءالله په دو رابطه به ډېر زر تصمیم ونیول شي ترڅو موږ وکړای شو چې د هغو خلکو دپاره مناسب ځایونه پیدا کړو. د معدنیاتو په رابطه باندې هم حتی د ولسونو غوښتنه همداسې ده چې مرکزی دولت نه یې غوښتنه کړې چې تاسو راشئ قرارداد وکړئ تنګي د سنگ مرمر او همداسې کرومایت ډبرې یا ګچ په ډېر لوی معدن چې هلته شته دی د هغو په رابطه باندې ترڅو دغه مواد نورو مملکتو ته یا خارج د مملکت نه بل ځای ته ولاړ نه شي او دلته خپله د کابل کې او د ولایت په پایتخت کې د هغو نه استفاده وشي. په دو رابطه هم موږ انشاءالله آمادګي لرو. د امنیت په رابطه باندې خلکو آمادګي ښودلې ترڅو په امنیت کې سهم واخلي. څو موده وړاندې د ریاست عمومي نه یو ویات هلته راغلی و 2600 کسان دو ته آماده شول چې هغه عملا په امنیت کې سهم واخلي او د خپلو امنیتي ځواکونو په څنګ کې واوسېږي ترڅو وکړی شي چې امنیت تامین کا. د موږ ولایت کې امنیتي لحاظ کوم مشکل چې دی اکثره د ولایت د خلکو طرفه نه دی، بلکې هغه فشارونه چې د بهرانیانو طرفه یا د نورو ولایتونه کابل ته متوجه دي، دوی غواړي چې د میدان وردګو نه خپله کابل تهدید کړي. متاسفانه په کابل کې یا د کابل په بعضو نقاطو کې زموږ مامورین او زموږ متحدین ځورول کېږي. په شهادت رسي چې دا موضوع د مرکزی حکومت سره شریکه کړې چې دوی باید موږ مخه ونیسو او انشاءالله تاسو ته اطمینان درکوم چې په راتلونکو ورځو کې به هلته ډېر مثبت تغییرات راشي او یو د امن او د ډاډ فضا به رامابین ته شي. ومن الله توفیق. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اول تشکر میکنم از مرکز رسانه های حکومت و همینطور با ابراز قدردانی از ژورنالیست های گرامی که در حقیقت نقش سرباز های بین نفور مملکت را بازی میکنند و در انعکاس رویدادهای مملکت از هیچ تلاشی دریغ نکردند نمیکنند و به روح و ند از ژورنالیست های گران ارج که جانشان را در این راه فدا کردند درود میفرستم. دوستای عزیز، ما صحبت های خود از بخش امنیتی شروع میکنم چون بیشترین اخبار در رابطه با تخار در اواخر مسائل امنیتی بوده. همونطور که میدانین تخار، اول یک کمی برتان معرفی بکنیم، 11473.7 کیلومتر مربع مساحت داره، داره 17 واحد اداری است و نفوذش هم بالاتر از 1 میلیون
نفر است، در شمال شرق افغانستان موقعیت داره. ما خودیم تقریبا 4 روز کم 7 ماه میشه با ایسی والی اونجا رفتیم. اولویت هایی که از اول برای مردم مطرح کردم سوره و خلاصش 2 چیز است: امنیت و رفاه، که در محور از این 2 اهدافی که نظر ما بود در ایامی که اونجا باعث خدمت گذاری مردم تخار باشون در این 2 محور کار کنیم. پیش از رفتن ما 7 ولسوالی ولایت تخار بجز مراکزش دیگه بقیه قراجات از تحت کنترل و نفوذ طالبا بود. اونا اهداف دیگر را برای سال 98 تحت عنوان عملیات والفت داشتند که موج 4 از تاریخ 18 جوزا آغاز شد علیه تخار و میخواست ولسوالی های رستاق، کلفکان، فرخار و ارسجم جزء ولسوالی های تحت نفوذ خود قرار بدن و مرکز ولایت مثل بعضی ولایت ها که نواحیش نفوذ بکنند اونجا، که متاسفانه در 2 عملیاتی که انجام دادن نه تنها که این کار موفق نشدن بلکه بسیار پشیمان از اینجا رفتن. علاوه به او از چندین ولسوالی سنگرای 3 سالی خود از دست دادن، مثل نمکاب، اشکمیش، بهارک. حتی در این اواخر ما کلی او 7 ولسوالی را هم تصفیه کردیم تا در قد که به دست از نا سقوط کرده بودن. ولی بس تصفیه یکی است، حفظش دیگه است، که هنوز در این موضوع یک تصمیمی کارآمد گرفته نشده که جایی که تصفیه میشه چه قسم حفظ شود. نتیجه گیری ما از مجموعه از این بحث امنیتی است که طالب در اهداف سال 98 خود در تخار به هیچ هدف خود نرسید و خیلی موقعیت های خود از دست داد و خیلی جاها را از دست داده. در طول شارای لنبریک تخار از قندوز آغاز تا شروع بدخشان 1 متر تحت کنترل طالب و تهدید طالب قرار نداره. اما طالب با جبران خساراتی که در عملیات ناکام خود داشت بسیار کارهای ناروا را نسبت به مردم ملکی انجام داد. اینا دارایی های مردم را غارت کردند، تجاوز کردند، مال و دارایی مردم را بردند، بعد از او حریق کردند که ما اینا را میتونیم کلش مستند هر وقت هر کس خواسته باشه به موقع و به تاریخش ارائه بکنیم، که یک کاری بسیار ناسزا و ناروا که از جانب طالبان متاسفانه در تخار انجام شده. فقط نتیجه گیری ما ایست که در امنیت حمله بهتر از دفاع است. ما در بیشتر تلفات ما در دفاع است، در بیزا است، در پوست است. ولی وقتی بخواهیم مناطق تصفیه کنیم، فرض کنیم در دو عملیات که در یکی طالب آمد، در یکیش آمد 69 نفر تلفات داد، ما 8 نفر شهید داشتیم. در دومیش 104 نفر تلفات داد، ما 2 شهید داشتیم. ولی ناگهان سر یک پوستی معامله میکنه 10 نفر شهید میکنه. به هر صورت یک موضوعی است که مسئولین زیراب در این رابطه تصامیم لازم با توجه به ظرفیت های کاری و توانایی هایی که در اختیارشان است وجود داره و او سربازا و افسرهایی که در این مبارزه فداکاری کردن از اینجا برشان احترام خود تقدیم میکنم، چه اینایی که از کابل تشریف بردن، چه همکارهای تیم امنیتی خود ما. در بخش امورات اجتماعی بیشتر چالش های اجتماعی ناشی از گرایش های سیاسی، نسلی، جنسیتی و منفعتی است. ما برای ساختن اونم ساختاری تکمیلی رفاه یکی اینجا یک اجماع محلی را ایجاد کردیم که در اینجا کلی نماینده های زی اصناف وجود داره: جوانا، خانما، رشتفیدا، متنفذین، قماندان های جهادی سابق که در گذشته فداکاری کردن، کلی اصناف مختلف و ادارات حکومتی. ما با هم مشوره میکنیم، بخشی از مسائلی که مربوط به تصرف قانون نمیشه با هم رای حلش پیدا میکنیم. خلاص بگیم که وقت ما کم است، در بخش حکومت داری هم ما بخش نظارتی، بخش ارتباط ارگانیک بین ادارات و بخش چالش هایی که افراد غیر مسئول سر قانون تصرف میکنه برای بهبود مسائل اقدامات را انجام دادیم و خیلی خوبم نتیجه داده. از همه مهمتر که ما یک
شورای مشورتی عدل قضایی را ایجاد کردیم که در اینجا دیگه کلگی ما کسایی که زی دخل هستند ما بسیار آزاد ما هم دیگر نقد میتونیم رای حل ها را ارائه میتونیم که در اونجا قاضی است، سرانوال است، عدلی است، ما هستیم، حقوق بشر، هر کی، پلیس، جنایی، امنیت، امور زنان، کسایی که با هم ارتباطی نزدیک کاری داره کی تعلل میکنه در اجراعات خود. این خیلی خوب نتیجه داده در بخش حکومت داری ما. در بخش انکشافی از شش ماهی که ما اینجا بودیم در پروژه های زیربنایی حدوداً 3 میلیارد و 640 میلیون افغانی فعلا در راه و کانال و آبیاری و سراغا و سراغای شهری و مصرف رسیده و زیر کار است. این پروژه های بود که عمدتاً برتون بگیم چند تا فرازی بسیار مهم داره. یکی ما تلاش کردیم که در وسط سال سرک از طریق طالقان، فرخار، ورسج به پنجشیر وصل بکنیم و این سرک مال سر کوتلی که به اصطلاح معروف یعنی سالنگ بگیم در این منطقه ولی در خواک رساندیم و این میتونه خیلی مزایای زیاد اقتصادی را برای مردم محل داشته باشه. چرا به یک تفریحگاه بزرگی ملی تبدیل میشه. این کابل از این طریق به جاده تاریخی ابریشم وصل میکنه. این بسیار مزایای دیگر را در قبال خود داشت و ده ها منابع دیگر را برای مردم خلق میکنه. دو میدان هوایی است که با عنایت و لطف مستقیم جناب رئیس جمهور هدایت زی داده شده که به زودی انشاءالله کارش آغاز میشه. سوم پیدا کردن بودجه برای ساختن پل روی در آمو دریاب دریای پنج که افغانستان و تاجکستان وصل میکنه و احیاد مثلا ایجاد یا تاسیساتی استاندردی خودی بندر آی خانم برای مال و تجاری افغان ها و مال وارداتی که در کشور ما می آیند. اینا و همینطور سرگ از طالقان با ولسوالی هایی که ما او را نوان میگیم ماورای کوکچه شش ولسوالی که فعلا این سرگ از خوجه باودین با ینگی قلعه از ینگی قلعه با چاپ کار سرگ اسفلد جریان داره دیگاهش هم در مراحل تدارکاتی خود هستند. تخار از لحاظ منابع طبیعی بسیار یک ولایت غنی است. مثلا اقلیم مناسب، زمین های حاصلخیز فراوان، دریاهای خروشان، خیلی حیف است که از این امکانات استفاده خوب نشه. ما در پلان خود داریم که بتونیم برای رسیدن به اهدافی در قسمت تولید انرژی حداقل 2000 مگاوات برق از آب از پروژه هایی که تانوس سروی شده میتونه حاصل شوه که ما کوشش میکنم در دوره باقی مانده اگر عمری بود اگر کاری بود این را تعقیب بکنم تا ما محتاج برق وارداتی دیگه نباشیم. از و این میتونه به منابع بسیار بزرگ زراعتی و مالداری تبدیل شوه که خوشبختانه برای فعلا قدم های بسیار وسیع در بخش زراعتی نهادی نشده باغداری مالداری برداشته شده. همه هفته قبل تقریبا یک قطعه پینجا یک فارم پینجا قطعی در اونجا که تقریبا خودی تخار از نیازمندی اقل خرید گوشت مرغ به نیاز می سازه و حتی با جاهای دیگه تولید ماهی پروریش ماهی ببخشین این میتونه بسیار زمینه خوب باشه و ما کوشش میکنم در این قسمت به زودی شورای عالی اقتصادی ولایتی را ایجاد کنیم که بین نهادهای اقتصادی حکومت و بخش خصوصی چرا یکی از معضلات ما فقدان اشتغال است ولی اشتغال همش در ادارات دولتی تولید نمیشه باید سکتور خصوصی ما فعال باشه تا وقتی سکتور خصوصی فعال نشه و ما نمیتونیم به بیکارا جوانای ما که جدیدن از مراکز تحصیلی سند فراغت میگیره اینا را جذب بکنیم ولی جذب نتونستیم تبدیل میشه به یک عنصری دیگه عنصری اعتراض که حق شما است چرا ما برشان کار تولید نمیتونیم و رای حلش است که ما سکتور خصوصی را فعال کنیم اینا را جذب بکنیم. یک بحث دیگه هم که اخیرا از طرف وزارت محترم اقتصاد مطرح شده یک ولایت یک محصول و ما این گپ را در تخار میگیم تخار بسیار منابع فراوان داره یک ولایت چند محصول نه یک محصول ولی ما میتونیم در سیستم رقابت بازار به او محصولات تکیه بکنیم که همسایه های ما او را یا نداشته باشه یا کم داشته باشه
ولی چیزایی رو که ما تولید بکنیم اونا زیاد داشته باشه، چون ما توانایی ما و کوالیتی جنس ما پایین است به دلیل کمبود صنایع، در وقت صورت ما میبازیم میدان رقابت بازار. پس ما چیزای مثلا بیاییم در تخار کشت هنگ ترویج کنیم، این بسیار یک بازار خوب داره، قیمتی است، بالاتر از زعفران نباشه، کمتر نیست، مشروع چیزی خوب است، ولی این دیگاه کم داره. در هر جای دنیا بازار داره به خاطر که از این دوات ساخته میشه. و همینطور زعفران بسیار بازار خوب داره که باید در اینجا زمینه داره. موضوع دیگه هم 52 معدن داریم. ما 3 تا از این غیر استاندارد فعال است. ما اگه بخواهیم که به اقتصاد پایدار متین و ناگسست وصل شویم، باید اینا را به شکل معیاری و فنی اول استخراج صورت بگیره و همینطور زمینه های قرارداد مشروع ازنا فراهم شود. اما ازنا در پلان های ماست که انشاءالله اگر خدا زندگی بیتا سر از این موارد کار بکنیم به هر صورت موفقیت دانه در همه عرصه از خدا متعال میخواییم. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم بخپل نوبت سره محترم درنو والی صاحبانو د حکومت رسنی د مرکز درنو همکارانو او محترم ژورنالیستانو ټولو ته یوار بیا السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو وایم. زابل هم په تیرو څو کلونو کې یو د هیرسو او نامنو ولایتونو له جملې څخه و چې خوشبختانه په دورستوی کې موږ تر بل هر وخت زیاته توجه جلب کړې ده، هغه که د مرکزی حکومت یا که زموږ د همکارو دولتونو وي. زم لومړی هغه خپل بحث یا معلومات په د امنیتي وضعیت څخه را شروع کوم. تاسو هم اکثره وخت زابل د نامنوی خبرونه درلودلی دي. زابل کې واقعا دا کال او تیر کال دواړو وختونو کې دشمنانو خپل هغه اعظمي هلې ځلې وکړلې، کوښښونه یې وکړل چې زابل هم د ځینو نورو ولایتونو په څیر یا سقوط کړي او یا هم سقوط ته نږدې کړي. هغوی بار بار پر څو ولسوالیو باندې په مختلفو وختونو او مختلفو مرحلو کې حملې وکړلې، خو خوشبختانه ونه توانېدله چې زموږ یوه ولسوالي هم سقوط کړي او یا هم مرکز کلات چې هغه څومره د دوی پلانونه وو په هغه پلانونو یا هغه څوک یې کامیابه سي. موږ په دا وروستیو کې د شهید جنرال عبدالرزاق خان په نوم باندې د ده د لومړي تلین په یاد ځینې عملیاتونه شروع کړل. دا عملیاتونه مو درې فیز لري چې لومړی فیز کې مو د شاجوی ولسوالۍ ته لومړیتوب ورکوي، چون هغه پر شاره نمبر یک باندې پرته ولسوالۍ ده او یو ډېر ستراتیژیک موقعیت یې درلودی چې د دې شاجوی ولسوالۍ څخه کیدلی سوای حتی د هیواد شمال هم ناامنه سي، همدارنګه مرکزی ولایتو ته طالبان راسي. د شاجوی بازار نږدې کلي او شاوخوا لارې مو ټولې مواصلاتي لارې مو خلاصې کړې دي او په مکمل ډول سره د شاجوی بازار کلي او ولسوالۍ تصفیه شوې ده. په دوهم فیز کې مو لومړیتوب عمومي شارای نمبر یک تور کړی دی چې هغه زابل کې تقریبا تر بل هر ولایت په زیاته فاصله سره یا په زیاته اندازه سره دغه شعارات یې رسوي. دا زموږ دپاره یو لومړیتوب و او په دې کې مو کوشش کړی دی چې په دوهم فیز کې یوازې او یوازې شعارات ته توجه وکړو او دغه عملیاتونه به زموږ تقریبا څلور میاشتې دوام وکړي. دریم فیز مو هغه فرعي شعاراته چې موږ هغه څلور ولسوالۍ د مرکز کلاته سره وصلوي هغوی ته توجه کړې ده چې انشاءالله دغه عملیاتونه مو تر دا وخته ډېر بریالي روان دي او هیڅ کوم ستونزې هم نه لرو. ځای لري چې دلته د خپلو قهرمانانو یادونه مو وکړو چې د دغه عملیاتو په جریان کې او یا مخکې د زابل د امن کولو په خاطر باندې هغوی شهیدان شوي دي، د هغوی ارواح دې شادي او د دوستانو ته دې تسلیت. د زابل د امن کولو په خاطر باندې ولسونو ته مو ډاډ ورکړی دی او هغه توجه چې موږ په دورستیو کې جلب کړې ده د امنیت په بخش کې انشاءالله داسې کومه ستونزه به نه پیښیږي چې یو وار بیا تاسې دوستان د زابل په اړه اندېښنې ولري. دوهم موضوع مو د معارف بخش دی. موږ متاسفانه په زابل کې داسې ولسوالۍ هم درلودلې چې په تیرو 40 او 50 کلونو کې په ټولو مکمله ولسوالۍ کې یو مکتب نه و. خوشبختانه زما د ماموریت په جریان کې موږ توانېدلو چې 15 نوي مکاتب فعال کړو. دا هغه ولسوالۍ کې هم دي چې د تیر 30 کلونو یا د دې حکومتونو یا د دې نظام د شروع څخه مکتبونه نه وو او داسې ولسوالۍ هم پکښې کې دي چې په تیرو 50 کلو کې یو مکتب هم هلته نه و. طبیعي خبره ده چې ستونزې یا ناامنۍ هم څو لاملونه یې درلودل. یو لامل یې همدغه و چې ځوانان یا نوی نسل د تعلیم د لوی نعمت څخه بې برخې وه. اوس الحمدلله 15 نوي باب نوي مکاتب فعال شوي دي. ستونزې لرو، دغه مکاتبو حالت د قناعت وړ نه دی،
موږ په معرف کې د تشکیل په اړه باندې یا د تشکیل په برخه کې ستونزه لرو، د کتاب په برخه کې ستونزه لرو، خو د مرکزي چارواکو سره یا د مرکزي مسؤلینو سره مو دا تشویشونه شریک کړي دي، هغوی وعده راکړي دي چې انشاءالله په نوي کال کې به دغه بخش ته زیاته توجه کیږي. بل لوی لاسته راوړنه زموږ د جنډر موضوع و چې خوندو هیڅ زړه نشه کوي چې په زابل کې کار وکړي، په زابل کې ماموریت ترسره کړي. اوس موږ په هر اداره کې کوشش کړی دی چې زموږ خوندې زابلي خوندې تشویق کړو او د زابل د جوړولو، آبادولو او امن کولو په برخه کې د خپلو ورونو سره څنګ تر څنګ کار وکړي، چې دا د زابل څخه یو ښه خبر دی او په هر اداره کې موږ دغه اصل په نظر کې نیولو سره خپل چارې مخته بیایو. د انکشافي بخشونو کې هم زابل په دوروستیو کې توجه جلب کړې ده، لاسته راوړنې لرو. متاسفانه تیره یوه نیمه میاشت مخکې موږ پر یو ملکي روغتون باندې یو وحشي برید شاهدان وو چې دښمن زموږ پر یو کلات کې پر یو ملکي روغتون باندې برید ترسره کړ. په دې کې موږ د صحت په بخش کې ډیره سخته ضربه ولیدل، ځکه زابل کې ډیر وخت په شاره باندې د ترافیکي پیښو له امله هم زموږ ګڼ شمېر هیوادوال یا شهیدانېدل او یا هم زخمیان کېدل او ټپي کېدل. همدغه یوازینی کلینیک څخه چې په کلات کې و د همدې څخه موږ استفاده کول، یا د لیرو پرتو ولسوالیو اکثریت عجل مریضان به همدغه کلینیک ته راتلل، خو بې رحمه دښمن هغه په یو چاودنه کې د هغه هر څه د منځه یوړل. موږ په دوروستیو کې وتوانېدلو چې د نړیوالو سازمانونو هغه بخشونه چې د صحت په بخش کې فعالیتونه کوي د هغوی توجه جلب کړو او وکولای سو چې بیرته په ډیر لنډه موده کې خپل د صحت په بخش مشکلات تر ځای پرې کنټرول او حل کړو. د ښار جوړښت یا د ښار د بیا رغونې فعالیت کې هم زموږ ښار هیڅکله د نورو ښارونو سره د مقایسې وړ نه و، ځکه په وروستیو کې کله چې به موږ نورو ښارونو هغه اصلي تصویر لیدي او د کلات ښار په هیڅ ډول د نورو ولایتونو د ولسوالۍ د مرکزونو سره هم برابر نه و. خوشبختانه وسپانېدلو یو چې د مختلفو وزارتونو یا مختلفو ادارو سره کار وکړو او د مرکز کلات لپاره د شاجي ولسوالۍ لپاره مو هغه ستراتیژیک پلانونه د رئیس صاحب جمهور په خاص پاملرنه سره هغه منظور کړي او په نږدې وختو کې به انشاءالله کلات ښار کې نور ډیر هغه سي کارونه شروع شي چې کلات ښار وکولای شي چې د نورو ولایتونو سیال وګرځي. په یو لوی موضوع چې زابل کې زموږ هغه نفوس چې سب څه وي په مرکز کابل کې د زابل لپاره هغه همیشه درې لکه شل زره کسان شول. موږ چې په هر بخش کې هر څه ترلاسه کول یوازې بیوازې د درې لکه شل زره انسانانو لپاره ترلاسه کول، حال دا چې د زابل نفوس اته لکه ته رسیږي. دا یو لویه ستونزه او یو لویه موضوع و چې هیڅ وخت کې زموږ دپاره دغه څه چې مو ترلاسه کول بسنه نه کول، هغه که د معرفت په بخش کې و، که د صحت په بخش کې و، که نور کومه کې موارد و. رئیس صاحب جمهور په ځانګړې توجه او ځانګړې شفقت سره وتوانېدلو چې زابل د درېیمې درجې ولایت څخه دوهمې درجې ته ارتقا وکړي او تر څو وکولای سو چې نور د دوهمې درجې ولایت په اندازه موږ زابلیانو دپاره کار وکړو، سب زابلیانو ته یو څه ترلاسه کړو. شپږ د اوبو لوی بندونه چې د زابل په بیا رغونه، د زابل په پرمختګ او د زابل د ځوانانو یا خلکو ته په کار پیدا کولو کې ډیر مؤثره وه. شپږ لوی بندونه مو منظور شوي دي او په نږدې وختونو کې به کار شروع کیږي. زابل کې په زراعتي اصطلاح کې ویل کیږي چې زابل د کاریزونو وطن دی. موږ له یو سل شل څخه زیات کاریزونو باندې چې په تیرو دوه کلونو کې هغه منظور شوي دي، په دې کې کوچني او متوسط کاریزونه دي، د هغو کار شروع دی، ځکه یوازې نه ځان بسینه مو غوښتل چې د زراعت د لارې څخه وکړای سو. بل وروستیو کې یو موضوع چې ټول وطنوال شهیدان دي، د پکتیا او د دغه ځینو ولایتونو جلغوزي تر نړیوالو مارکیټونو پورې ورسېدل. په دوهم قدم کې د حکومت پلان دی چې د زابل بادام تر نړیوالو مارکیټونو پورې ورسي. پر دې باندې مشخص کار شروع شوی دی او مشخص خلکو یې ادارو ته وظیفه ورکول شوې ده تر څو د زابل بادام هم وکولای سو موږ تر نړیوالو بازارونو پورې ورسو. په لنډه توګه ویلای سو چې زابل کې طالب د جنگ د لاملونو څخه یو لامل و. څو بخشو کې نور هم داسې څه و چې زابل یې نام نه کړی و. هلته د خلکو زابل په لاس کې اخیستل یا د مشخصو اتو کسانو یا لسو کسانو د لارې زابل انحصارول او هر څه په خپل واک اخیستل، دغه لوی څه و چې زابل مو د اتو کسانو د لاسه څه ایستلي او اته لکه کسانو ته مو سپارلی دي. زابل د زابل د ولسونه دي. مننه که کومه خاصه پوښتنه وروسته آماده